به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین جور بخیر هستین صحت باشین خب ما و شما قرار است چی کنیم امروز جلسه چهارم از مضمون ریاضی را با هم دیگه بخوریم درست است ریاضی صنف هشتم آفرین خب شاگردای عزیز و گرامی پس ریاضی سنف هشتم جلسه چندم جلسه چهارم است قرار بود جلسه قبل چی گفتیم ما و شما گپ زدیم گفتیم که قرار بود کارخانه‌گیر به ما چی کنید؟ روان کنه درست است روان کردین یعنی؟ چه رقم روان میکدین؟ گفتیم با از طریق نمبر 20964 780 255 چهل در واتساب میتونید با ما چی کنید؟ ارتباط بگیرید و کارخانه را روان کنید گفتیم اگر کدام سوال و گپ و پیشنهاد و انتقاد هم دارید میتونید در ارتباط شوید با ما درست است همین نمره که به شما خواندم فصل اول اعداد حقیقی جلسه چهارم درست است ما و شما در جلسه قرار است چه عنوانی رو با هم بخوانیم اول چی گفتیم چی رو میخوانیم ضرب و تقسیم جذرها رو میخوانیم اگر یادتون باشد جلسه قبل ما چی گفتیم جمع و تفریق اعداد جذردار خواندیم حالا چی رو میخوایم بخوانیم ضرب و تقسیم اعداد جذردار یا جذرها رو میخوانیم درست است و بعد از اون چی رو میخوانیم بعد از قوانین اعداد تواندار که چی میشه؟ ضرب اعداد تواندار و تقسیم اعداد تواندار میشه درست است؟ پس این دو موضوع رو ما و شما باید امروز بخوانیم خیلی بریم سر تخته که ما با مثال برای تشریح کنیم که چی هست درست است؟ پس اول چی رو میخوانیم؟ ضرب و تقسیم اعداد جذردار یا جذرها فرق نمی کنه ضرب و تقسیم جزرها یا اعداد جذردار فرق میکنه هر خب ما اول یک یادآوری بکنم از جلسه قبل در جمع منفی یا جمع تفریق جذر دار چیکار میکردیم اعداد جزر یا که گفتم شکل چی است شکل سه و مالتا اگر یادتان باشد دیگه نه گفتیم اگر دو جزر سه جمع پنج جزر سه چی میشه؟ دقیقا گفتیم اینی چون تحت جزر و درجه جذر هم گفتیم باید اعداد تحت جذر و درجه جذر دقیقا مثل هم باشد پس چی از اردوش سیب است دو سیب جمع پنج سیب میشد چی؟ میشد افتا سیب پس این نوشتن بکردیم افتا جذر سی و اگر تحت جذر اعداد با هم مفایی نواشد جمع کده نمیتونیم تفریق کده نمیتونیم فکر رست دیگه نه یا تا نست گفتیم میره جلسه قبل دیگه نه در جمع و تفریق پس چی بود؟ سه و مالته بود اما در ضرب تقسیم به این شکل نیست شاگرد عزیز دقت کن در ضرب تقسیم به این شکل نیست اگر به جای از این ز... جمع چی باشد ضرب باشد به عنوان مثال بان من پاک کنم دیگه عدد نوشته کنم دو جذر سه ضرب در پنج جذر دو تحت جذر عزیز چند است؟ سه تحت جذر عدد عزیز چند است؟ دو با هم دیگه مساوی نیست خب نباشد فرق نمیکنه در ضرب و تقسیم پس نیاز نیست که سه و مالتا باشه فکر باشه فقط جمع و تفریق چی است سه و بو مالتا بود اما در ضرب و تقسیم خیلی آسان است به این میگیم عدد پشت جذر به این میگیم عدد تحت جذر یا زیر جزر اعداد پشت جذر با هم دیگه ضرب یا تقسیم میشه و اعداد تحت جذر با هم دیگه ضرب یا تقسیم میشه درست است پس ضرب میکنیم دو پنج چند میشه ده جذر تحت جذر با هم ضرب میشه سه دو چند میشه؟ شش میشه پس جوابش میشه ده جزر شش فکر شد دیگه نه؟ پس ضرب و تقسیم جزر بسیار آسان است او سه و مالتم هم نیست سه و در کجا بود؟ فقط در جمع و تفریق جذرها بود در ضرب و تقسیم به شکل گفتیم اعداد پشت جزر با هم دیگه و اعداد تحت جزر با هم چی میشه؟ ضرب و تقسیم میشه یک مثال دیگه دوازده جزر ده تقسیم بر شش جذر مثلا چند باشه؟ بیست سیست به شکل دوازده جذر ده تقسیم بر شش جذر بیست جاوازی چی میشه؟ گفتیم اعداد پشت جذر با هم دیگه تقسیم میشه و اعداد تحت جذر با هم تقسیم میشه فکرت باشه شاگرده عزیز اولی به تقسیم بر اولی میشه پس دوازده تقسیم بر شش ده تقسیم بر بیست باز بیست تقسیم بر ده نکنی پس به این شکل هست. دوازده تقسیم بر 6 چند میشه؟ دو میشه درست هست. پس دو جذر ده تقسیم بر 20 چند میشه؟ تقسیم نمیشه. پس چی نمیشتا میکنیم؟ مورا کسری نویشته میکنیم. دقت کن. در, میکنی در در صورت نمیشتا میکنیم و 20 در مخرج. حالا میتونیم اختصار کنیم. درست است؟ دو جذر ده تقسیم بر 20 اختصار کنیم. ده بعد در میشه یک. صحیح است؟ 20 بعد میشه چند؟ دو. پس جوابش میشه دو جذر یک بر دو. صحیح شد پس فکرت باشه در ضرب تقسیم جذرها اعداد پشت جذر با همدیگه ضرب میشه یا تقسیم میشه با توجه به علامه و علامه ضرب باشه تقسیم باشه درست است و اعداد تحت جذر با همدیگه ضرب یا تقسیم میشه فهمید چه رقم شد دیگه نه پس شاگردای عزیز او سه مالتا مال کجا بود مال جمع و تفریق جذرها بود در ضرب و تقسیم به او شکل نیست اعداد پشت جذر با هم و اعداد تحت جذر با هم یک نکته دیگه شاگردای عزیز پنج ضرب در جذر سه جذر سه عدد پوشش چند است عدد پوشش چند است یک هست احسن اگه ما گفته بودیم دیگه اگر یادتون باشه گفتیم یک تا سه میتونیم نشته کنیم یک تا سه سهیست یک سه یک تا سه عدد پوشش یک است دیگه پس جذر سه ما و شما چند است یک است ای پنج خود تحت جذر نیست ای پنج چی حساب میشه ای پنج باید در عدد پشت جذر ضرب کنی ها. سه است. پس پنج زبدر چند است؟ یک است پنج زبدر در یک میشه پنج پس این مساوی است با پنج جذر سه اما این نکته معنایش چی است شاگرده عزیز؟ یعنی اگر بین عدد و جذر هیچ علامه نباشد و علامت چی است؟ صد فیصد ضرب بوده فهمیدی چرا خم شد؟ پس پنج جذر سه اما پنج زبدر در سه است فهمیدی؟ یک تا مثال دیگه مثلا سه زبدر در دو جذر پنج چی میشه جواب؟ این سه باید فقط در عدد پشت ضرب شود چون عدد پشت حساب میشه عدد تحت جذر نیست سه دو پس جواب میشه شش جذر پنج سه شد پس فکرت باشه در ضرب و تقسیم جذرها سه به نیست سه به کجا بود؟ در جمع و تفریق جذرها در ضرب و تقسیم به چه شکل است؟ اعداد پشت در هم ضرب میشه و اعداد تحت جذر با همدیگه ضرب میشه اگه ضرب باشه اگه تقسیم باشه خود تقسیم میکنیم درست است؟ در اینجا دوازده تقسیم بر شش کردم شد دو اما ده تقسیم بر بیست نشد پس چی نوشته کردیم کسری نوشته کردیم اگر تقسیم یک عدد بعد دیگه تقسیم نشد کسری نوشته میکنیم درست است اگه اختصار هم نشد اختصار نمیکنیم اون میمانیم اما در اینجا دو و بیست اختصار میشه به چند به ده اختصار میشه نه ده تقسیم بر میشه یک بیست هم میشه چند دو پس جواب آخر شد دو جذر یک بر دو پس دقت کن و یک نکته دیگه هم گفتیم اون نکته چی گفتیم اگه عدد ما بین اینجا پنج جذر سه بین عدد و جذر هیچ نواشد و هیچ علامت نباشد و چی از بینش صد فیصد ضرب بوده صحیح؟ پس فا چرا شد دیگه نه سه ضرب داره دو جزر پنج هم چی چرا خمی میشه جوابش اینی سه باید در دو فقط ضرب شد در عدد پشت جذر ضرب شد در عدد تحت جذر ضرب نمیشه فقط اعداد تحت جذر با هم دیگه ضرب میشه یک نکته بسیار مهم به شرطی که درجه جذر هم با هم مساوی باشد اگه درجه جذر ها مساوی نباشد اعداد تحت جذر هم ضرب نمیشه فکرت باشد یعنی درجه ما چند است اینجا دو درجه اینجا چند است دو این سه و دو ضرب میشه اما اگه دهی درجه دو بود دهی سه بود دیگه ضرب کده نمیتونستیم فقط اعداد پشت ضرب اعداد تحت جذر ضرب شده نمیتونه درست است پس ما چی رقم شد دیگه نه پس شاگردان عزیز پس ای از چه قوانین ضرب و تقسیم جذرها بسیار آسان است ما تختر پاک میکنم یک تا نکته دیگه برات میگم نکته بسیار مهم که سوال امتحان از اون 100 درصد میایه فکرت باشه پس ما تختر پاک کنم و یک نکته بسیار مهمه باید بر شما بگم اون نکته چیست؟ پس یک نکته بسیار مهم نکته بسیار مهم اون نکته به این شکل است نگاه کنید اگر به این شکل داشته باشیم ما جذر ای ای یک عدد فرق میکنه. هر چیز میتونه باشه دو سه پنج ده دوازده فرق میکنه. ضرب در بی اگر باشد میتونیم میر نوشته کنیم که جذر ای ضرب در جذر بی یعنی چی این به این ما به شاگردان میگیم که جذر در ضرب میتونه چی شود جدا شود یا بشکنه رفف بشکنه یا جدا شوه که جزء جدا حساب کنیم جذر بیر هم جدا حساب کنیم جوابش در هم چی کنیم ضرب کنیم در تقسیم هم به این شکل است یعنی اگر ما داشته باشیم جذر ای تقسیم بر بی متون میره نوشته کنیم که جزء ای جدا تقسیم بر جزء بی صحیح است. هر کدام جدا جدا حساب کنیم جوابش هم تقسیم هم همین میشه اما شاگردای عزیز دقت کن نکته بسیار مهم است جذر ای جمع بی مساوی نیست با جذر ای جمع جذر بی یعنی در مثبت جمع و منفیش جدا کده نمیتانی ها یعنی چی کنیم این باید حتما اول جمع کنید بعد جذر بگیری در منفی هم همین شکل است اگر باشه جذر ای منفی بی مساوی نیست با جذر ای منفی جذر بی یک مثال برات کار میکنم تا دقیقا متوجه باشی که چی هست نگاه دیگه مثال برات بزنم دیگه اینجا اگر داشته باشیم جذر جذر چند جذر به عنوان مثال باشد نو جمع شانزده سعیست جذر نو جمع شانزده دیگه این برم باشد چه جذر نو جمع جذر شانزده این رو بگیم جدا کردیم دیگه ببینیم با هم مسایی میشه یا نمیشه خب جذر نو چند از خودش جذر نو میشه سه این رو میفهمیم دیگه نه جمع جذر 16 چند است جذر 16 4 است آفرین پس 3 جمع 4 اما دهی بر با. اول باید تحت جذر جمع کنید. بعد جذر بگیریم نوع جمع 16 چند میشه نوع جمع 16 جمع کو میشه چند 25 حال جذر 5 25 چند میشه احسن در شما میشه 5 اما دهو بر 3 جمع 4 چند میشه 7 میشه 5 با 7 مساوی است نخیر پس نمیتونی به این شکل فکرت باشه در مثبت و منفی جدا کده نمیتونی پس اینا با هم مساوی چی نیست اما در ضرب می باشه. فرقی نمیکنه در ضرب می باشه مثلا چند مثلا داشته باشیم چند جذر چهار ضرب در 25 صحیح دوباره چی میشه جذر چهار ضرب در جذر 25 دقت کنید دقت کنید شاگرد عزیز بین دو تا جذر هیچ علامه نباشه علامه شی ضرب است ما ضربش نماندم فقط چی بعد نشه چی نوشته نکردم چی نقطه بانیم چی ضرب بانیم و چی ننوشته نکنیم چی میشه میشه ضرب درست است خب 4 ضرب در 25 چند میشه 4 25 دو, 25 50 پنج پنجاه چهار 100 پس میشه جذر 100 درست است او بر مساوی است با جذر چهار خودش چند میشه دو میشه ضرب در جذر 25 چند میشه؟ 5 میشه. صحیح؟ خب جذر 100 چند است؟ 10 مساوی است با 2 ضرب در 5 هم چند میشه؟ 10 میشه. یار دو با هم چی است؟ مساوی پس فکرت باشد در ضرب و تقسیم ما جذر جدا کرده میتونیم اما در جمع و منفی جدا کرده نمیتونیم. ما فکرت باشه. فهمیدی چی شده؟ نکته بسیار نکته مهمی است. پس جذر در ضرب و تقسیم جدا میشه اما در جمع و تفریق یا جمع و منفی جدا نمیشه یعنی چی یعنی به باشد باید حتما نو در رو جمع کنی بعد جوابش جذر بگیری اما در ضرب تقسیم میشه فرق نمیکنه که تو اول ضرب کنی بعد جذر بگیری یا جدا جدا جذر بگیری جواب رو در هم ضرب کنی فهمید چرا رقم شد پس شاگرد عزیز نکته بسیار نکته مهمی بود درست هست؟ خب شاگردای عزیز پس ضرب و تقسیم جذرها را ما و شما چی شد خواندیم پس مار کنم ضرب و تقسیم جذرها ها را خواندیم یک نکته بسیار مهم هم گفتیم برای دیگه نه نکته چی بود گفتیم که ز... جذر در ضرب و تقسیم جدا شده میتونه اما در جمع و تفریق یا جمع و منفی جدا شده نمیتونه فکرت باشه درست است پس از ضرب و تقسیم جذرها اما قوانین اعداد تواندار را میخوایم بخوانیم که ضرب اعداد تواندار به چه شکل است و تقسیم اعداد تواندار به شکل است خب یادآوری توان توان یا طاقت هم بهش میگیم درست است نمای بهش گفته هم میشه طاقت توان پاور هم بهش میگن بعضی کتاب های قدیمی تر به او چی میگن پاور یعنی چی زور قدرت پس به این شکل است نگاه کنید شاگرد عزیز به عنوان مثال ما داشته باشیم سه به توان دو صحیح ده عدد پایین بهش چی میگیم ده عدد پایین میگیم پایه یا قاعده فرق نمیکنه بعض کتاب و میگه بعض کتاب ها چی میگه پایه میگه سیست به یه عدد بالا چی میگیم به یه میگیم توان نمایم گفته میشه سیست طاقت هم گفته میشه دیگه چی گفته میشه پاورم هم گفته میشه پاور به انگلیسی چی میشه قدرت زور درست است خب پس فرق نمیکنه که کدام بگیم توان بگیم نما بگیم طاقت بگیم پاور بگیم فرق نمیکنه پس معنایش چی است سه به نمای دو یا سه به طاقت دو یا سه به توان دو معنایش است که شما باید چی کنید باید صد فی صد بیای پایه ما قاعده ما را دو بار به تعداد توان نوشته کنید توان ما چند است دو است پس من سه را دو بار نوشته میکنم و بینشم چی باید بانم علامه ضرب پس به شکل توان تعریفش به یا تو دیگه نه قایده را به تعداد توان نوشته میکنم و بین چی میمانم؟ ضرب میمانم چند میشه؟ سه سه؟ جواب چند میشه؟ نو میشه پس سه به توان دو یا سه مربع میگیم دیگه نه؟ چند میشه؟ میشه نو بانوار مثال بعدی پنج به توان سه باید چکار کنیم؟ قایده را سه بار نوشته کنم چرا؟ چون توان ما چند است؟ سه است پس میشه پنج 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 و بینشم چی بانم؟ ضرب بانم چند میشه جواب؟ پنج پنج بیست و پنج پانزه نگی میشه بیست و پنج حالا بیست داره پنج جواب باید گذر زرب کنی نه؟ میشه یک و بیست و پنج فامید چرا چی شد دیگه نه؟ توان فامیدیم یادتون آمد دیگه نه؟ قایده را به تعداد توان نوشته میکنیم و بین چی میمانیم؟ میمانیم خب شاگرده عزیز هفت به توان یک یعنی چی یعنی هفته یک بار نوشته کو بینش زربان خود عدد دیگه نیست که بینش زربان معمول خودش میشه دیگه پس یک نکته بسیار مهم هر عددی که توان نداشته باشه توان از چند است توان از یک است صحیح است میتونی هفت به توان یک فقط هفت نوشته کنیم پس یک عدد که توان نداشته باشه توان از چند است یک است ما و شما میفهمیم درست است پس چی شد یادآوری توان این را ما شما خواندیم در صفحه قبل آن به شکل است شاگرد عزیز ضرب و تقسیم اعداد تواندار به چه شکل است ضرب و تقسیم اعداد تواندار با دقت کن قاعده های مساوی یعنی چه رقم باشه؟ یعنی اگر ما دو تا عدد تواندار داشته باشیم که قاعده از اون مساوی باشه بینش ضرب یا تقسیم باشه درست است؟ پس به این شکل نگاه کنید ما فرمولش برد نوشته نکنم ای به توان ام ضرب در ای به توان این باشد به این شکل ای چی هست؟ یک دو تا عدد تواندار است قاعده هر دو چی هست؟ ای هست توان از ام توان از اون فرق نمیکنه توان فرق کنه مهم نیست فقط قاعده باید با هم مساوی باشد این تبدیل به چی میشه یک تا از قاعده های مساوی رو نوشته میکنیم صحیح یک تا از قاعده های مساوی نوشته میکنیم و توان ها رو با هم چی میکنیم جمع میکنیم ضرب نه جمع میکنیم فکرت باشه درسته بینش ضرب است ولی توان ها با هم چی میشه جمع میشه پس میشه ام جمع ان صحیح فرمول چی رقم شد دیگه نه یک مثال کار میکنم دو به توان پنج زب داره دو به توان سه جواب چی میشه؟ قایدا مساوی است؟ بله هر دو قایدا چند است؟ دو است توانا خوب مهم نیست فرق کت نداره پس یکی از توانای یکی از قایدای دور نوشته میکنم و توانای از رو جمع میکنم پنج جمع سه چند میشه؟ میشه اشت با ضرب نکنی سه پنج پانزه نوشته کنی ها پس چی میشه جوابش؟ پس میشه پنج جمع سه پس با دو به توان 8 یا دو به طاقت هشت سه فهم چرا رقم شد دیگه نه پس اگر دقت کن ضرب دو تا عدد تواندار داشته باشیم بینش با هم ضرب باشد قاعدا هم چی باشد مساوی باشد یک تا از قایدار رو میکنیم و توان ها رو با هم جمع میکنیم فکرت باشد وقتی ضرب بود چی میکنی جمع میکنیم خب اما اگر تقسیم باشد چی میشه فرمولش باز دوباره ای به توان ام تقسیم بر ا ای به توان ان باز دوباره قادا مساوی است یک تا از رو میکنیم و دقت کن توان اول تقسیم چی میشه؟ ضرب چی شد؟ ضرب شد جمع پس تقسیم باید چه؟ منفی آفرین پس توان اول منفی توان دوم فکرت باشه پس توان اول به شکل M منفی این به شکل میشه توان اول منفی توان دوم یک مثال کار میکنم دقت کنید عنوان مثال سه به توان چهار تقسیم بر سه به توان ده قاعده مساوی است بله هر دو قاعده چند است سه است پس یک تا از قاعده را نوشته می کنم قاعده ما چند است سه به توان دقت کن شاگرد عزیز دقت کنید 4 منفی 10 10 منفی 4 نکنید توان اول منفی توان دوم پس نوشته می کنم در اینجا 4 منفی 10 4 منفی 10 چند میشه این 4 علامش چی است علامه نظر علامش مثبت است و 10 چی است علامش منفی یعنی منفی از 10 نه هم علامه هستن میگیم نه خیر پس چی میشه باید از هم کم شوه چار و چهار ده است. هم کم شوه چند میشه شش اما علامه عدد کلانتر بین چهار و ده کلام کلان است ده کلان است پس علامه 6 علامه, شی است؟ علامه شی منفی است پس میشه سه به توان منفی شش خب شاگرده عزیز ممکنه سوال کنید توان منفی شش معنایش چی است توان شش خب ما شما میفهمیم توان اگر شش باشد شش بار سه رو نوشتن میکنیم ضرب میمانیم. اما اگر توان منفی باشد در جلسه بعد میخوانیم که توان منفی رو چه رقم حساب کنیم حالا فعلا پس جواب زیر میمانیم در جلسه بعد که چه توان اگر منفی شد چه رقم انجام بدیم درست است پس این قاعده رو فهمیدیم میگه این قانون نه پس دچه چه شد ضرب اعداد تواندار اگر قاعده مساوی باشد یک تا از قاعده رو نوشته میکنیم توان ها با هم چی میشه جمع میشه فکرت باشه اگر بنج ضرب بود باید توان ها رو جمع کنیم مثالم زدیم دو به توان پنج زب در دو به توان سه میشه دو به توان هشت درست است اما اگر تقسیم باشد قایدا مساوی یک تا از قایدا رو می میکنیم توان اول منفی توان دوم فکرت باشه توان اول منفی توان دوم میشه درست است سه به توان چهار تقسیم بر سه به توان ده مساوی است یک تا از قاعده های سر نوشته کنیم سه به توان اول چهار منفی ده چهار منفی ده جوابش میشه منفی 6 توان منفی را در جلسه بعد ما شما میخوایم که جواب از اون منفی چی میشه درست است خب یک نکته بسیار مهم دیگه پس چی شد یک تا قانون بسیار مهم ضرب و تقسیم اعداد تواندار با قاعده های مساوی یک تا نکته میگم و بعد از ضرب و تقسیم اعداد تواندار با توانهای مساویر باید ب... ما شما بخوانیم پس یک تا نقطه ما در اینجا میگم و بعد مقص آخر را میخوانیم پس نکته نکتهش به شکل دقت کن اگر یک عدد تواندار ما داشته باشیم ای به توان M حال خود از این دوباره به توان برسه به توان n برسه یک عدد تواندار دوباره به توان برسه چی بشه جواب او؟ قایده همون است اما توانهای از دو چی میشه؟ ضرب میشه فکرت باشه میشه ام ضرب در ان به عنوان مثال دو به توان سه کل به توان پنج پس یک تا از قایده ما همون دو هست دیگه نه دو رو میکنه میکنیم خب سه و پنج چی میشه؟ ضرب میشه سه ضرب در پنج پانزده پس هم نکته بسیار مهم پس دو تا قانون خواندیم ضرب و تقسیم اعداد تواندار با قاعده های مساوی و یک نکته بسیار مهم یک عدد تواندار دوباره به توان برسه قاعدهش همو قاعده است در اینجا دو همو دو است اما ها در همچی میشه ضرب میشه 5 15 فاهمیده چی رقم شد خب پس شاگرد عزیز این چی شد ضرب و تقسیم اعداد تواندار با قاعده های مساوی حالا میخوایم چی رو بخوانیم بحث آخر ما و شما ضرب و تقسیم اعداد تواندار با توانهای مساوی سایست. پس من تختر پاک میکنم با مثال برای تشریح میکنم که چرا رقم میشه خب شاگرد های عزیز من تختر پاک کنم من. پس ضرب و تقسیم اعداد تواندار با او دفعه چی بود گفتیم با قاعده های مساوی میگیم با توان های مساوی با توان های مساوی خب باز دوباره من فرمول فرمولش براتون نوشتم میکنم به چه شکل میشه اگر ما داشته باشیم a به توان n ضرب در b به توان n دقت کن شاگردای عزیز دقت کنید چی است توان های ما و شما چی است مساوی است قاعده فرق نمیکنه هر چی باشه او فرمول قبل چی بود قاعدا مساوی بود نه اما در اینجا توان ها مساوی است آل باز دوباره یک تا از توان ها رو نوشتن میکنیم و قاعدا رو باز چی میکنیم اینجا دقت کن ضرب میکنیم آه. فکرت باشه پس اگر قاعدا مساوی و توان ها چی میشد جمع میشد در ضرب اما اگر توان ها باشد قاعدا در هم ضرب میشه پس میشه ای ضرب در بی بین ای و بی هیچ نمونم چی است همون ضرب خوانده میشه دیگه نه مثالش برات میزنم دو به توان 5 زب در سه به توان پنج جواب چی میشه؟ دو به توان 5 زب در سه به توان پنج توانا با هم مساوی است یک تا از توان 5 رو میکنم سهیست؟ حالا دو سر زرف دو زب در سه میشه شش سهیست؟ پس میشه 6 به توان 5 دقت کن پس این نکته بسیار نکته آسان است اما اگر بینش تقسیم باشد پس به این شکل نویشتن میکنم اگر باشد ا ای به توان این تقسیم بر B به توان N باز دوباره یک تا از توان های مساوی رو نوشته میکنم و باز قایده دفعه چی میشه؟ تقسیم میشه فکرت باشه تقسیم و قایده اول تقسیم به قایده دوم اگه نشد چی؟ کسی نوشته میکنم پس به این شکل میشه A میایی در صورت و B میره در مخرج نوشته میشه مثال اگه کار کنیم به این مثال کار میکنیم مثال باشد پنج به توان دو تقسیم بر ده به توان دو توانا چی هست؟ توانا مساویست است. پس یک تا تو از توانا رو نوشتن میکنم دو رو نوشتن میکنم خب اما قایده اول چی هست؟ پنج قایده دوم پس پنج تقسیم به دو ده نمیشه ده تقسیم دو نمیشه ده تقسیم به پنج دو میشه فکرت باشه 5 تقسیم به دو خواهد خب وقت تقسیم نشد کسری نوشته یعنی خط میکشم پنج در صورت نوشته و در ده مخرج سهیست؟ پنج در باز میتونم با هم چی کنم اختصار کنم پس چی میشه با اختصار کنیم میشه یک بر دو کل به توان دو درست است پس به این شد پس ضرب و تقسیم اعداد تواندار با توان‌های مساوی را فهمیدیم اگر توانها مساوی بود یک تا تو از توانها رو نوشته میکنیم و چی است قایدار در هم ضرب میکنیم اگر تقسیم باشد قایدا بر هم تقسیم میشه خب ممکنه سوال براتون پیش بیاد شاگردای اگر نه توان بود نه قاعده مساوی بود چیکار کنیم او را باید جدا جدا عدد اول به توان برسانیم عدد دوم به توان برسانیم بعد بینش ضرب است تقسیم است جمع است منفی هر چی باشه او علامه رو چی کنیم انجام بدیم پس فکر باشه اگر ما نه توان های ما مساوی باشد نه قاعده مساوی باشد هیچ فرمولی نداریم ما هر کدام جدا جدا باید حساب کنیم در آخر باز چی کنیم ضرب کنیم یا جمع کنیم بعد با توجه به علامه بینش چه رقم شد دیگه نه خوب، پس شاگردای عزیز قوانین اعداد تواندارم ما و شما چی شد؟ خواندیم درست است؟ پس من تیک مارک میکنم قوانین اعداد تواندار خلاف شد شاگردای عزیز و گرامی بریم بحث مهم کار خانگی خب شاگردای عزیز کار خانگی تمرین های صفحات 22, 24 و 26 کتاب باید چه کنید؟ حل کنید و به ما روان کنید چه رقم گفتیم روان کنید؟ از طریق نمبر 20964, 780, 255, 40, در می میتونید به ما ارتباط بگیرید و کارخانگی روان کنید اگر کدام سوال و گپی هم دارید میتونید از ما بپرسید درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه چهارم مانده نباشید بخیر باشید خداحافظتان